رئیس جمهوری تایوان روز یکشنبه اعلام کرد مردم آن جزیره در برابر فشار پکن سرخم نخواهند کرد. رئیس جمهوری چین روز گذشته وعده اتحاد مجدد با تایوان را مطرح کرده بود. گزارشی از شهلا آرسه. تسای اینگون رئیس جمهوری تایوان گفت این جزیره به تقویت دفاعی خود ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل کند مجبور به پذیرش مسیری که چین مطرح کرده نشود که نه آزادی و نه دموکراسی را تامین نمی کند. تایوان که چین آن را بخشی از خاک خود می داند برای پذیرش حکومت پکن تحت فشارهای فزاینده سیاسی و نظامی از جمله عملیات پیاپی نیروی هوایی چین در حریم دفاع هوایی تایوان و در برابر نگرانی جامعه جهانی قرار گرفته است. خانم تسای خطاب به یک تجمع روز ملی در آن کشور گفت به کاهش تنش امیدوار است، اما مطلقاً نباید در این مورد که مردم تایوان تسلیم فشار نخواهند شد هیچ توهمی وجود داشته باشد. تایوان کاملا متعهد به همکاری با بازیگران منطقه برای جلوگیری از درگیری مسلحانه در تنگه تایوان است. تایوان به دنبال رویاروی نظامی نیست و به همزیستی مسالمت‌آمیز و پایدار و قابل پیشبینی و سودمند متقابل با همسایگان خود پایبند است. اما برای دفاع از آزادی و شیوه زندگی دموکراتیک خود هر اقدام لازم را انجام خواهد داد. رئیس جمهوری چین پیشتر در روز شنبه بدون اشاره به استفاده از زور وعده یک اتحاد مسالمت‌آمیز مجدد با تایوان را داد که با واکنش خشمگینانه در تایوان روبرو شد که گفته تنها مردم تایوان میتوانند در مورد آینده آن تصمیم بگیرند. حکومت کمونیست چین مدل خودمختاری یک کشور با دو نظام مشابه آنچه بر هنگ کنگ اعمال میکند را به تایوان ارائه کرده، اما همه احزاب عمده تایوان این موضوع را به ویژه پس از سرکوب امنیتی چین در هنگ کنگ رد کردند. شهلا راسته، صدای آمریکا.